صبح را زیر سایه درختان و یا هم دیوارهای کنار جاده شام می کنند. این کارگران صبح زود و امید پیدا کردن کار از خانه بیرون می شوند، اما شمار کمی از این کارگران موفق به پیدا کردن کار چند ساعته می شوند و دیگران به گفته خودشان دست خالی شام به خانه برمی گردند. آنان با ابراز نگرانی می گویند نانآور 5 تا 10 عضو خانواده هستند، اما در جریان یک هفته 2 یا 3 روز کار به دست می آورند، آن هم با حقوق اندک. اصلا کار نیسته، با هفته یک روزم کار گیر میه 100 روپیه 150 روپیه، او خرج چارشت ما به اینجا بشه یا ببرم برای خانواده، هیچ خرج نیسته، کاروبار نیه، بیکاریه، به اوج خود رسیده. ما از اول هفته تا بیرش چی کار هم نکدیم، اینمیجه بیکار، بدبختی، بیچارگی، سرگردانی، اینمیجه هسته کلیگ مردم، حالا یک ماه نه همه ما مترسیم. این کارگران با انتقاد تند از ریاست کار و امور اجتماعی و همچنان حکومت مرکزی میگویند نهادهای مسئول دولتی در امر مساعد ساختن زمینه کار برای این قش و بهبود زندگی آنان ناکام بودند. با آن هم آنان از مسئولان زیربط میخواهند تا به این طبقه از جامعه توجه جدی داشته باشند. تا حالا که هیچ همکاری نبوده، هیچ کاری برای ما فراهم نکرده، ما همینج صبح تا شب میایم میشینیم میچی دست خالی، آخر میرم به خونه، کاری به ما جور نکرده که. با آنکه مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی به عنوان نهادی که در راستای اشتغالزایی افراد و همچنان بلند بردن ظرفیت و مهارت کارگران فعالیت میکند، وجود موزل بیکاری در هرات را پذیرفته و میگویند بیکاری نسبت به سال گذشته رشد بیشتری داشته است. عبدالقیوم افغان، رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات، دلیل افزایش موزل بیکاری را در این ولایت خشکسالی های اخیر و ازدیاد آوارگان داخلی عنوان می کند. وی با آنکه می گوید 1.9 میلیون فرد بیکار در کشور وجود دارد، اما از آمار دقیق افراد بیکار در این ولایت حرفی نمی زند. متاسفانه وضعیت بیکاری وضعیت بدتر داره و ما نسبت به سالهای گذشته به خاطر خشکسالی های اخیری که وجود داشته، بیجا شده ها و به همین ترتیب به خاطر ناامنی که متاسفانه در بعضی از ولسوالی ها وجود داره، ما بیکاری ها بیشتر شاهد. در این حال مقام های محلی هرات تاکید دارند که باید بیشتر برای طبقه کارگر از سوی بخش های خصوصی زمینه کار فراهم شود. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی با توجه به این که تداوم بیکاری پیامدهای ناگواری خواهد داشت، تلاش می کنند تا این موزل را برطرف سازند، اما خواهان همکاری اداره مرکزی نیز در این امر هستند. با استفاده از ظرفیت و امکاناتی که ما داریم در حد توان خود با خاطر ایجاد اشتغال کار میکنیم و طبیعتاً اگر ما خواسته باشیم که بعد این مشکل فائق بیاییم، نیازمند حمایت جدی ادارات مرکزی است. اینکه اداره کار و امور اجتماعی هرات برای از بین بردن این موزل پس از این چه خواهد کرد، گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.